جانبازان این سرزمین که در طول قرنهای دراز جان خیش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند. هر کسی در این مملکت به یک طریقی در سرنوشت و در خوشی این مملکت شریک است. قدرت من فقط ناشی از قدرت شماست و قدرت شما قدرت یک پارچگی ملت ایران است که امروزه در دنیا مورد احترام قرار گرفته است. میدانید که تا آخرین لحظه حیات از اون چیزی که تا به حال بودم تغییر نخواهم کرد و اگر تا به حال به اینجا با حمایت شما رسیده ایم مسلماً به مرزهای تمدن بزرگ هم خواهیم رسید. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای در آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان، آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود. رو برمیگردون. مردم الان متوجه شدن ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره، ولی عهد کجایی به داد ما بیایی؟ روحت شاد رضا شاه، روحت شاد شاهنشاه، پهلوی پهلوی پهلوی. محمود احمدی نژاد این ندا رو فهمید، با اینکه یه آدم روانپریش مشنگیست به مانند سایرین در این جمهوری کثیف اشغالگر اسلامی که یه مشروزخان بی سواد ابله کشور ما رو اشغال کردن، اما فهمید که داده تناب دار و دور گردنش حس میکنه، حالا اومده لو میده. اگه خاطرتون باشه روزای آخرش میگفت یه میرفت اون طویلهی که بهش میگن مجلس اسلامی، میگفت میگم همه هم گفت خب بگو چرا اینقدر میگی میگم. یکیشون همون لاریجانی عراقی بود، همون که رئیس طویل اسلامیه، یه روز رفتون بالا دارزار گفت آقا چرا اینقدر میگی میگم، خب بگو. حالا داری میگه دیگه، اتفاقا راجع به خودت و برادرهای عراقی هم داره میگه. میلیارد ها دلار پولی رو که در طول این سال از ملت ایران دزدیدید، یک لیست بلند بالا داده بیرون که همشون عوامل انگلیس هم. پس آقای ایرج پزشکزاد، پس ما دروغ نگفتیم، پس ما دروغ نگفتیم. اون دایجان ناپلئونی که نوشتی
دیدی پس عامل انگلیس بودن، خودشون دارن میگن، عوامل داخل رژیم میگن دیگه، ما که نمیگیم که به ما بگیم دایجان ناپلئون، خودشون دارن میگن. برید ببینید که دولت انگلیس چقدر برای اینها خونه و عرض کنم خونه نمیسه خونه من و شما دوتا اتاق خونه خیلی، چه قصرهایی چه ویلاهایی براشون خریده در لندن، خودشون دارن رو میدن. میلیاردها دلار پول ملت ایران در لندن، در پاریس، در امریکا و در نقاط جهان که دزدی شد، سرمایه ملت ایرانی که امروز مردم دارن کلیهشون رو میفروشن، قرینه چشم میفروشن، ناموسشون رو میفروشن، بچهشون رو میفروشن، اینا پولا رو برداشتن و بردن در خارج از کشور و برای خودشون ویلا خریدن، برای خودشون مستغلات خریدن، حالا پولای نقدی که دارن بمانن. علی شیرهی هم به همین شکل، محمد علی جعفری هم به همین شکل، محسن رضایی هم به همین شکل، همشون دزدن، همشون دزدن. از روز اول اون بیمار روانی، بزرگ لواکاران، روح الله الموسوی، الخمینی، الهندیزاده، اون بیشرف لعنت الله علیه، اون برای همین اومد ایران، برای غارت اومد، بدزده، چپاول کنه و دو تا ماموریت لندن بهش داد، انگلستان بهش دو تا ماموریت داد، کشتار ملت ایران و نابود کردن هر آنچه که در ایران توسط پهلوی ها ساخته شده، بزنید، بکشید، بدزدید، هر غلطی که دلتون میخواد بکنید، فقط شیر نفت نباید بسته بشه، نفت باید بیاد انگلستان که ما کوهامونم روش اتوبان بزنیم، که زدن. ببینید اروپا چه پیشرفتی کرده، پیشرفت از کجا اومد؟ از ویران شدن ایران و عراق. و حالا محمود مشنگ همه رو لو داده، این تازه یک قطره در اقیانوس دزدی ها و جنایت هایی است که جمهوری اشغالگر اسلامی کرده. و در طول این سالها، این 39 سال، اسناد و مدارکی هست که پس از سقوط جمهوری اشغالگر اسلامی، وقتی که مملکت به دست صاحبان اصلی اون بیفته، به دست ملت ایران بیفته، تازه اسناد رو میشه که ببینید جنایت، دزدی تا کجاها بوده. همشون دزدن، خاندان خمینی همشون دزدن، همین اونایی که توی جماران نشستن، تمام کسانی که در طبیله رهبری نشستن همشون دزدن، دزد و جنایتکار، همشون در تشخیص مصلحت نظام دزد و جنایتکار بودن، بچه های رفسنجانی همشون دزد و جنایتکار هم. شورای نگهبان همشون دزد و جنایتکار هم. شورای نمیدونم فقهاشون همشون دزد و جنایتکار هم. جنتی، لاریجانی ها، خامنه ای، خاندان خمینی، رفسنجانی، روحانی، خاتمی، احمدی نژاد، همشون دزد و جنایتکار هم. اینا هیچ کدومشون ایرانی نیستن، اینها فقط اومدن برای چپاول، غارت و اینکه حیثیت یه ملت رو به بازی گرفتن. و دیدیم دیگه، این آخر آقابتشان دیدیم که امروز ملت ایران به این روز افتاده. به هر حال هرچه بگندد نمکش میزنن، وای به روزی که بگندد نمک. اما دو تا مطلب دیگه هست که من حضور شما از زیاده میخوام عرض کنم، اما اجزه بفرمید از سرکار بانو سارا تمنا کنم که یک فیلمی هست اومده بچه ها برای من فرستادن و این داره نشون میده که وقتی ما میگیم به خانواده هایی، کسانی که اون کشتی که به اصطلاح گفتم کشتی نفتکشی که غرق شد و سوخت و بعد هواپیماهایی که یکی پس از دیگری سقوط میکنه، وقتی ما به ملت میگیم کار خودشونه و مردم اینا اومدن برای کشتار، شما خانواده هایی که عزیزانتون از دست دادید برید و اعتراض بکنید، بیستید در برابر این اراذل اوباش، مخصوصا در این شرایط که اینها بسیار 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 در جناح ضعف قرار دارن، هر روز پاسداراشون، بسیجیاشون، اون لباس شخصیاشون، نیروهای انتظامیشون، حتی اطلاعاتیاشون دارن فرار میکنن، بیشترشون اومدن الان ترکیه، دبی، حتی یه عده‌شون رفتن پاکستان پناهنده شدن. مردم اینا دروغ نیست، رژیم اشغالگر اسلامی از اون بالا داره مثل بهمن همینطور داره میاد پایین، داره سقوط میکنه، در حال سقوطه. اینو باور کنید، باور داشته باشید به این موضوع. تموم کارشون، به این مزخرفاتی که این برون بر دارید میشنوید توجه نکنید، به این حرفایی که توی رادیو تلویزیون لس آنجلس میگن که کودتا میخواد بشه، اینا اصلا به این مسائل توجه نکنید. حالا من اجازه فرمایید این موضوع رو، این فایل رو با هم گوش بکنیم تا ببینید که خودشون، خود نمایندگانشون، خود کسانی که به هر حال در درون دستگاه حاکمیت هستن، ببینید چطوری دارن لو میدن که
هواپیماهایی که سقوط کرده به چه دلیلی بوده سقوطش. این یه چند دقیقه است، اینو با هم گوش کنید تا برگردیم و در خدمتتون خواهم بود. سرکار بانو سارا خواهش می‌کنم حضورتون. یک سیستمی در یه بخشایی از این مملکت حاکمه، درست مثل تو هاتون. شما چجوری اونهایی که باغدار شما پرتغالش رو میده 200-300 میاد تو شهر میشه 6000، تحریمه؟ آقا داره باغداره میده 300-400، چجوری میشه 6000؟ کی کار میکنه؟ همش تو تلویزیون از ها دلاله حرف میزنم. نه چون نگیرشون یه، نه اینا خوبه راجبش حرف بزنید، برای چی بگیریمشون؟ سازمان های انگل یادتونه؟ برای چی بگیریم برای گاز قلم چی رو؟ چیه بگو؟ اداره هواشناسی که میگیر آه دادگاه را مصلحت مملکت این بود که نگیم اداره هواشناسی، گفتیم اشتباه خلبان. اداره هواشناسی میدونی مشکلش چی بود؟ همه اداره هست، همه هست، هست اداره هواشناسی ساعت 8 دکون شروع میکنه، هفت ساعت 7 پرواز میکنه. طبق قانون هوای شمسی باید به خلبان بریفینگ هوا رو بده رو مقصد. خلبان اونجا بلند شده گفته آقا من اطلاعات مقصد میخوام، بهش گفتن او رو تورا بهت میگه. بعد تورا بهش دادن، من این صحنه رو بررسی کردم، موجب برکناری خودم شد. من اون موقع رئیس دانشکده افغان کشوری بودم، این صحنه رو بررسی کردم، یه گزارش هم دادم به وزیر که آقا من پدرسوراغ گیر آوردم. دیدم وزیر اینجوری نگاه میکنه، تو کاری نداری دانشگاه بری مثلا این دو موجود برکناری خودم شد، چون یه زنجیری از همین در بودم که اطلاع هواشناسی مقصر اصلی بوده. گفته بود ارتفاع ابر در خرم‌آباد 11000 پا، یعنی زیر 11000 پا هوا صافه. خلبان تو 6000 پا هنوز تو ابر بوده، این خلبان دیستنس میکنه بیاد بشینه. به این امید که یکی بهش گفته زیر 11000 پا کلیر هوا به رانده یا میبینی، تو 6000 پا تو عب بوده، اما رو بوق چیزش بلند میشه که داری میزنی به کتو عب بوده نمیدیده. 40 ثانیه مکس میکنه، انداختن گردن خلبان گفتن برای چی مکس کرده؟ 40 ثانیه مکس زیاده، این حرف درست. خلبانی که بوغ آلرتش بلند میشه که داری میزنی به در و دیوار، فکر کرده بود لندینگیرش باز و بسته است. این چیزا رو تو درس میخونید. 40 ثانیه مکس میکنه. ما چجوری فهمیدیم مربوط از طراحیتون میشه؟ ولی سوال برای چیه داره هواشناسی به این گفته بود ارتفاع ابر 11000 پا؟ بررسی بعدیش نشون داد که اینها سر ساعت 8 کیلومتر تازه ما چاره میخورن. اطلاعات شب قبل رو خلبان داده بودم. شب قبل که داشتم دکونشون میبستم این خونه گفتم تو هم 11000 پا پرفورمنس فردی نه من کشتش بعد بعد تو کشتش نه من که نگشتم، من فقط بهش گفتم ارتفاع هم 11000 پا. حالا فهمیده پرفورمنس فردی تو یعنی چی؟ یا چرا دیر آمدی؟ رفتیم اونجا هم گفت برو اونجا، بعد ما اومدیم اینجا و چی دیگه آمدیم؟ جوابش اینه؟ جوابش این نیست. من میخوام دیر نیاد، من نگفتم دلیل بیار که من میگم آها ها، من میگم برای چی اطلاع چرا قبل دادی به خلبان؟ چرا در هواشناسی ساعت 8 باز میکنه پروازهای ما از ساعت 5 صبح شروع میشه؟ همزمان هست. چرا؟ چون آقایون آخه این خیلی زحمت میگشن. خب همیانان عزیز ملاحظه فرمودید که خودشون با این آقایی که کارشناس هستن دقیقا دارن توضیح میدن که دیگه کاملا واضح و مشخصه که در درون اون مملکت داره چی میذاره. تازه اینا مسائل واقعا خیلی پیش پا افتاده است. حالا چه کارهای اینا در زمان جنگ کردن، اون چمران رو که از پشت زدنش با آرپیجی و در ایگه واصلش کردن، اصلا چرا اون رو زدن کشتن، علت مرگ اون آخوند مارکسیست، اون گور بگو شده سید محمود طالقانی، تو لس آنجلس بهش میگم طالقانی، اگه جنس دیگه بود چه جنسی بود؟ جنس نسوز بود؟
یا آخوند روزخان محسوس بیشرف دوزده که حمایت میکرد از نواب صفوی تروریست، همه شون همینه، همه اینا سرطای یک عرباس هم. و هر حال خودشون هم نشون دادن و دیگه خدا صد هزار مرتبه شد ما از شر وجود نحس این اراذل اوباش عمامه به سر دیگه نجات پیدا کردیم و ایران داره آغاز میکنه سکولاریسم رو در منطقه. ما بنیانگذار یک حکومت سکولار شدیم در منطقه که الان میبینید عربستان سعودی که میدونه، چون عربستان میدونه، رهبرانش میدونه که به زودی قراره چه اتفاقی در ایران بیفته، اون کشوری که به قول خودش مهد اسلام و محمد اونجا قوم قریش اون جریان را انداختن و چه و چه، حالا اومده و حضورتون رو عرض کنم داره رفرم میده، خانوم ها میتونن بشینن پشت ماشین و حق طلاق دارن و چیزهایی که 60 سال 70 سال پیش به همت علاحضرت جاوید رضا شاه بزرگ و آریامیر بزرگ به ملت ایران داده شد، اینا یواش یواش حتی حالا نه به اون حد، مثلا توی استادیوم میتونن برن، یه دو سه سال دیگه خانوم ها میتونن برن مثلا استخر زمینه داشته باشن و و و شروع میشه. کووید هم آغاز کرده، یه چند سالی آغاز کرده، اینا میدونن، میدونن که پس از سقوط جمهوری اشغالگر اسلامی این فریاد آزادی خواهانی مردم ایران که توأم با پایان بخشیدن به 1400 سال دروغ و نیرنگ و فریب و فریبکاری و حقه بازی و شالاتانیسم هست، عرضم به حضور شما اینها بساطش تموم شده و کار تموم شده. ما ایرانی ها ثابت کردیم که همه این مزخرفات که به ویژه در بخش شیعهش همش پوچ بوده. حالا سنی ها اون اعراب میخوان که راه خودشون رو برن، بعد اتفاقا محمد خیلی کار خوبی هم کرد برای اعراب، چون محمد اومد برای عربا یه تاریخی به وجود آورد، چون عربا خوب چیزی نبودن، یه قسمت رو بهش بودن عربیان اعراب. در طول تاریخ برید نگاه کنید ببینید که اون یه قسمت اون صحراهای خشک بهش بودن اینا عرب هم. ولی این محمد بود که به هر حال اومد برای اینا یه شخصیتی آورد، برای اینا یه تاریخی درست. اگه محمد نبود الان تاریخ مسلمان ها از کی، از موقعی که این از اون دهات مکه رفت به دهات مدینه و دوباره از دهات مدینه سوار الاغ شد برگشت اومد به دهات مکه، این برای خودش شد، برای اینا شد یه تاریخ، اینا تاریخی ندارن آخه. ولی برای ما ایرانی ها نه، اینها به ما حمله کردن با زور شمشیر، حالا به هر دلیلی ما شکست خوردیم. ما تنها ملتی نیستیم که در دنیا در جنگ شکست خوردیم، آلمانی هم شکست خوردن، فرانسوی ها کشورشون اشغال شد، روس ها شکست خوردن، چند سال یعنی یک سال خورده ارتش آلمان کاملا خیلی از مناطق روسیه تحت اشغال قرار داده بود. ما انگلستان خب در جنگ اون یکی دو سال اول میشه دیگه شکست خورد دیگه، بعد ورق برگشت به ورود آمریکا. به هر حال ما تنها کشوری نیستیم که در دنیا شکست خورد، ما شکست خوردیم در این جنگ، حالا میخوایم پاسخ اون شکست رو بدیم، هیچ جنگ و دعوایی هم نداریم، میخوایم بهتون بگیم که دین و آیین و مذهبتون رو بردارید و ببرید اون بر مرزها مال خودتون. خیلی خیلی سپاسگزاریم از اینکه اومدید و 1400 سال ویران کردید، درب داغون کردید زبان ما رو، شرف ما رو، حیثیت ما رو، 1400 سال ما رو به روز سیاه انداختید. ما دیگه ما نمیخوایم دیگه، خیلی راحت میخوایم بهتون بگیم نمیخوایم دیگه، تشریف ببرید دیگه، ما نمیخوایم چیزی بشنویم به نام شهر مذهبی قم. نه، قم هم یه شهری مثل همه شهرها، مثل اصفهان، مثل شیراز، مثل تهران باید تمیز زندگی بکنه، یا مشهد و بارگاه و بقیه ماجراها. هیچ دعوایی هم با کسی نداری در ایران، کسی مسلمونه، قرار نیست گردن کسی رو بزنی، نه، بر اساس آموزش صحیح و بر اساس گفتن واقعیت‌های تاریخی اون نسلی هم که یه سری وابستگی ها داره و میرن دور اون خونه میگردن و میگن ما حاجی هستیم و یا بقیه ماجراها و ماه نامبارک رمضان و غم زنی و اون جنگ و دعوایی که تو کوفه بود و فلان، اینا مردم اینا رو متوجه میشن. اما موج این جریان داره کل منطقه رو میگیره. چرا؟ چون هم میهنان عزیز، جمهوری اشغالگر اسلامی با سرعت داره سقوط میکنه، ولی یه موضوع اینجا هست که با کمال تأسف من اینو اومدم امشب با شما مشروط خواهان عرض کنم، در میون بذارم که باید عرض کنم با کمال تأسف هنوز مشروط خواهان ما، میهن پرستان ایرانی، یک بخشیش، حالا من کار ندارم یه بخش بزرگش کوچیش با اون کار ندارم،
ولی یک بخشی از مشروط خواهان ما شوربختانه متاسفانه هنوز تصور میکنن که خب هیچی دیگه، یه تغییر و تحولاتی هم تو جهان شده بود، در کاخ سفید شده بود و بعد دیگه ما قراره که به زودی زود به میمان مبارک سوار هواپیما بشیم و سوغاتی هم بخریم بزنیم تو چمدون باشیم بریم ایران. نه، موضوع اینطوری نیست عزیزان. برای نجات کشورمون ما هنوز باید مبارزه کنیم. اگر ما خواهان بازگشت مشروطیت به ایران هستیم، ما باید به عنوان سربازان اعلیحضرت رضا شاه دوم، پهلوی سوم مبارزه کنیم. من این رو هر از چندگاهی میام و گوشزد میکنم. این که اگر تصور کنیم که اعلیحضرت یک تنه میدوانم این بار سنگین رو بلند بکنه، نه خیر، ما باید مبارزه کنیم. این که خودتون میشینید و در دنیاهای مجازی صحبت میکنید آقا جان بولتون رفته تو کاخ سفید، این طرفدار مجاهدینه، وارد این بازی ها نشید، وارد این حاشیه ها نشید. اگر ملت ایران، ملت بزرگ ایران، ملتی که امروز در داخل کشوره، من این رو با صراحت میگم و یقین دارم اون گوشهای شنوایی که در داخل کشور داره میشنبه این موضوع رو کاملا درک میکنه که مقصود من چیست. اگر ملت ایران در داخل کشور میخواد که مجدداً از این چاه جمکران، این چاه کثیف جمهوری اشغالگر اسلامی در بیاد و بره توی چاه عمیق‌تری به نام فرقه رجوی، چون اینقدر نگید سازمان مجاهدین، اینا سازمان نیستن، اینا یک فرقه، تبدیل به یک فرقه شدن. من چندین فیلم دارم که به موقع اینا رو به شما عزیزان براتون نمایش میدیم، نشون میدیم تا ببینید که اینا تبدیل به یک فرقه شدن. اینا یه مش تروریستن. همین الان که پای این برنامه نشستن، که شک نکنید نشستن، همین الان باور کنید اگر اسلحه دستشون باشه یه دونه محکم تو مخ من خالی میکنه بیدرنگا، چون اینا یه فرقه، اینا اسیر یک ایدئولوژی شدن که رهبریت این فرقه دست مسعود رجوی بوده، یکی از عوامل دولت کثیف انگلیس، یکی از ماموران MI6 که در حالی که حکم اعدامش صادر شد، سفیر انگلستان در ایران خواهش کرد از دولت شاهنشاهی ایران که این یه نفر رو نکشی، حکم اعدامی ایدهشون در اون بود، این یه نفر رو نکشی. این یکی از عوامل دولت انگلیس، حالا به درک واصل شده، کشته شده، مریم رجوی سرش رو زیر آب کرد، یه کودتای سازمانی شو انگلستان بردادش، تو اردن قایمش کردن یا تو عمان یا تو پاریس، معلوم نیست، هیچی مشخص نیست، هیچ پاسخی هم به هیچ کس نمیدن. ولی برای ما مهم نیست، حالا مرده نمرده، چون مرده و زندهش جفتش هیچ نقشی رو بازی نمی کنه. اما اینکه این مریم ازدان روی قجر، این عامل، این یکی از مهره های انگلستانه، مثل اینکه دو نفر هم بودن تو این شورای به اصطلاح ملی، اینا عاملن، عامل نفوذی هم که الان قبولش برای یه عده مشکله. باید بعدها مملکت آروم بشه، پرونده ها رو بشه، اسناد رو بشه، بعد اون موقع همیاران عزیز بهتر و خیلی بهترتر این موضوع رو متوجه میشن که ای پس اینا عامل بودن. بله، اون مهدی ابرشمچی، اون موسا خیابانی، اینها همشون از عواملی بودن که با کمک دولت انگلستان به سوریه رفتن، به لبنان رفتن، خود مسعود رجوی به چین رفت، دوره‌های بمب‌گذاری، دوره‌های ترور اینا از کنم آموزش دیدن، یه تروریست های واقعا حرفه‌ای هستن. بعد الان تبدیل به یک فرقه شدن، اصلا یه کارهایی میکنن، جمع میشن یه سرودایی میخونن، یه کارهایی میکنن که کاملا مثل این فرقه‌های زد بهشون میگن. در چین هم داریم، در ژاپن هم داریم، در همین آلمان هم داریم، در روسیه هم داریم، در هر کشوری هست یه فرقه‌ای هستن که بسیار بسیار متعصبن. و مثلا در بین همون در ایران خودمون داریم این دراویش گنابادی، یه عده‌شون مثلا سیخ میکنه تو لپش، نمیدونم از زیر گلوش رد میکنه، بعد رو زغال میدوه، اونقدر حالا مواد مخدر استفاده میکنه دیگه از اون حالت طبیعی بیرون میاد. اینا واقعیته، حالا ما خوشمون بیاد بدمون بیاد، ناراحت بشیم، خوشحال بشیم، قش بکنیم، قش نکنیم، اینا واقعیته، ما قبول کرد، اینا یه فرقه. اما اگر ملت بزرگ ایران میخواد که از چاه جمکران، چاهی که توش فقط تعفن و دروغ و بوی جندش دنیا رو گرفته، چاهی که توش پر از عقرب و مار و عفی و ارتجاب و نفرت و کینه، و شما اصلا ببینید تو چاه جمکران چی پیدا میشه؟ کلام سعدی، کلام حافظ، عشق، زیبایی، چی به هیچی، همش نفرت و کینه و
بکش، اون بیمار روانی بود شریعتی، میگفت اگر میتوانی بکش، اگر نمیتوانی بمیر. خب دیگه شما حسابش رو بکن، این برآمده از یک مغز فاسد هست دیگه، یه مغز فاسد هم چنین میزنی، میگه اگر میتوانی بکش، اگر میتونی بری اول بکش، اگر نمیتوانی بمیر، خب برو بمیر، عملیات انتحاری بکن. خب اینها برآمده از یک سری ایدئولوژیایی هستش که تمام حرفشون همینه، همینه که بکشید بکشید بکشید. اینا هیچ وقت شما دارید دیگه آخون بره بالا منبر از عشق بگه، از مهربانی بگه، از لطافت بگه، از کردار پندار گفتار نیک بگه، از صفا بگه، از دوستی بگه، از کلام حافظ بگه، از خیام بگه، نه همش میگه بکشید. در کوفه اومدن و بعد نمیدونم زدن گردن اون یارو مبکی که میگفت من در خیبر بلند کرد، چی بودم میکنم مولای متقیان بوده، چی بودم اینا رو. بعد حضورتون عرض کنم، یا اون یکی که یه ده 72 نفر بودن، حالا اینکه مثلا اینا رفتن شما بودن، حالا شما فرض کنید که 72 نفر بودن رفتن به جنگ 3000 نفری. آخه شما ملاحظه بفرمایید 72 تا آدم بره به جنگ 3-4000 نفر، خب روانی بودید شما دیگه، بعدش هم رفتین شهید شدین دیگه، چون گریه زاره میگه خودت واسه این دروجو دور رفتین. به هر حال اینا فقط میگن بالای منبر مزخرفاتو میگن، اینا اهل عشق و اهل علم و دانش نیستن. شما یه آخوند رو من نشون بدین این مثلا تونسته باشه یه چیز ساده ای رو کشف کرده باشه، اختراع کرده باشه، هیچی. اینو چی اختراع کردن؟ مثلا مهر نماز، اینا مثلا شما خاک رو با هم با آدم بختن باشه، چه دنیا چسم زدن بهش، این دنها اختراع کل مسلمانان در 1400 سال بود. بگذاریم، اگر مردم ایران قراره که از توی این چاه جمکران، این چاه فساد بیان بیرون، بعد برن بیفتن تو چاه فرقه رجوی، خب ما دیگه چه نشستیم خارج از کشور هست و جوش میخوریم، باریکلا آفرین. پس شما ملت بزرگ ایران نیستید به همین صراحت. خیلی من ببخشید، نه اصلا چرا ببخشید، نبخشید، شما ملت بزرگ نیستید. مگه میشه یه ملتی 39 سال اصلی تو صورتش بپاچن، قصاصش بکنن، چه شکور بکنن، دستباشو قطع بکنن، به هزار یه بدبختی که خودتون دیگه شاهدی تو من که به چه روزی افتادی، بعد این ملت بره زیر بار فرقه سازمان تروریستی مجاهدی، یعنی زنان ایران در اونج خوشبختی، چون این باشه که لچک قرمز بزن رو سرش، مثلا قیافه زن ایرانی بانی ایرانی میشه شبیه مریم لچک؟ نه عزیزان، اینطور نیست. مردم ایران رو دست کم نگیرید عزیزان ما. مردم ایران تکلیفشون رو روشن کرده، هیچ قدرتی، توجه بفرمایید خواهش میکنم همینان عزیز، هیچ قدرتی نمیتواند که به ملت بزرگ ایران دیگر یک خمینی را تحمیل کند، نقطه سر خط، تمام شد. این کل حرف بود. هیچ قدرتی، نه امریکا، نه روسیه، نه چین، نه اتحادیه اروپا، نه هیچ قدرتی، خود جناب آقای حضرت خدا هم چه قدرتی نداره. چرا که تا ملت ایران نخواهد، هیچ سنگی از رو سنگ تکون نمیخوره. مردم تسلیم خودشونو گرفتن. مگه ندیدی دو ماه پیش؟ مگر ندیدی چهارشنبه سوری؟ مگر شعارها رو نمیبینید؟ مگر فریاد جوانان ایران رو نمیبینید؟ مگر خواست دختران ایران رو نمیبینید؟ که روسری ها رو برمیدارن، اون پارچه سفیده میزنن رو اون چوبا، مثلا روی یه سکویی. اینا نما اینا یعنی چی؟ اینا یعنی ما اسلام رو دوباره میخوان، یعنی زنان ایران دوباره میخوان برگردن به همون داستان؟ نه عزیزان من، موضوع این نیست. در ضمن این آقای جان بولتون هم که رفتن توی کاخ سفید، اینا مسائل سیاسی داخل کشور امریکاست. بعد این آقا 200,000 دلار گرفته رفته سخنرانی کرده. شما تصور میکنید سناتورهایی که در امریکا هستن، اینا پس از بازنشستگی میرن چیکار میکنن؟ میرن پیتزا پخش میکنن تو لس آنجلس، تو واشنگتن، تو نیویورک؟ اینا عادت به زندگی خوب دارن. چیکار میکنن؟ میرن مثل همون نمونهش در همین اروپا هست، جک استرا کسی نیست که توی انگلستان 40,000 تا 50,000 پوند بهش میده جمهوری اشغالگر اسلامی. آقا بیا اینجا ما یه سمیناری داریم، حالا اسم سمینارش مهم نیست، سمینار علمی، سمینار رو میدونم فرهنگی، تو بیا اینجا نیم ساعت برای ما سخنرانی کن، بعد 50,000 پوند، 60,000 پوند، 100,000 پوند بگیری، بس دیگه به درجه سناتوری تو، درجه نمایندگی داره، سوار هواپیمای شخصی میشی، تشمیر تهران در بهترین هتل، خواهران زینب هم که اونجا حضور دارن پذیرایی میکنن، و بعدش هم میری اونجا یه نطقه میکنی و حالا هر چرت و پرت از دهنت در اومد میگی و دوباره همین مسیر هم برمیگردی، میای ویسکیت هم که کوف کرده کلی هم سوغات به خود میبری، از فرش ایرانی بگیر تا بقیه ماجراها هم داره میبره. خب بعد این
آقا جان بولتون هم همونه، ایشون هم یه سناتوری بهش پول دادن، آقا اونجا سخنران کنه، رفته سخنران میکرده. بعد ایشون وقتی میره یه جا سخنران میکنه، نمیره به طرف فوش بده که، طبیعتا میره اونجا میگه که بخ بخ چه سازمانی به زودی زود مثلا شما قهرمان خوشبختی خواهید شد. اینا حرفای پامنگلیه. تصمیم رو کف خیابونای تهرانه، تصمیم رو کف خیابونای اصفهان و شیراز و اهواز و مشهد و تبریزه، تصمیم رو ملت و توی خیابونا دارن میگیرن که گرفتن و دنیا میدونه. مطمئن مطمئن باشی همیهنان عزیز، دنیا مثل من و شما خواب نیست، ما خوابیم، هنوزم خوابیم، دنیا میدونه داره چیکار میکنه. واشنگتن از یه کره زمین ماست قشنگ نور رو میکشه بیرون، نه از یه تاغار ماست، از یه کره زمین ماست نور رو قشنگ میکشه بیرون. اون میدونه چه خبره، اون میدونه که جیمی کارتر دست به چه جنایت بزرگی زد، نه فقط بر علیه ملت ایران، نه فقط بر علیه مردم خاورمیانه. جیمی کارتر جهان رو به آتش کشید که بیل کلینتون اومد رو این آتش بنزین پاشی، هاش حسین اوباما اومد اونم بنزین سوپر باشی. اینا رو دولت مردان امریکایی میدونن، این آقای ترامپ میدونه چه فاجعه ای شد. مگه رونالد ریگن نگو به خاطر همون جمله ای هم که گفت ما بهترین دوست و متحد خودمون رو به خاطر اشتباه پرزیدنت کارتر از دست دادیم که منطقه به اینجا کشته شد، به خاطر همون جمله بود که 5 تا گلوله نوش جان کرد تو شکمش. خب آقای ترامپ هم اینو میدونه، این ملکه یه عجوزه یه انگلستان رو میدونه، ترزا می هم میدونه. برای همین بود که از واشنگتن رفت ترکیه. چرا ترزا می به عنوان نخست وزیر انگلستان طبق سنت که هر وقت اینا پرواز میکنن میرن امریکا یا هر جایی مجددا برمیگردن لندن که برن گزارشات رو بدن به اون عجوزه انگلیس، چرا از واشنگتن پاشد رفت ترکیه؟ چرا اینقدر به اردوغان دارن برو پروبال میدن که هر طوری هست بتونن این اسلامه رو نگردارن؟ میبینن نمیشه، نمیتونن. تصور میکنید الان این جنگ و دعوایی که با پوتین راه افتاده سر چی راه افتاده؟ جدا به خاطر همون دو نفری که کشته شدن بهشون سم دادن تو لندن؟ نه عزیزا، نه خیر، این نیست. به روزها به هر راهی بود باهش گفتگو کردن. همین آقای پرزیدنت ترامپ به جز چندین و چند گفتگوی تلفنی دو بار با این پوتین جنایتکار گفتگو کرد، هممون شاهدیم. بار دومش در کجا بود؟ در ویتنام بود که مثلا وقتی که ایشون تشریف بردن ژاپن و کره و چین و یه سفری همینطوری تشریف بردن به ویتنام، بر همینطوری پوتین رو اونجا دیدن، بر همینطوری هم با ایش سلام علیک کردن، بر همینطوری هم گفتن ای تو هم اینجا هستی، منم همینطوری اومدم اینجا. نه اینا همینطوری نیست، نه برنامه ریزی شده و به این فهموندن که دست تو باید برداری از پشت اسلام تروریست. حالا که برنمیداری حالا کشیده ها رو میخوری، به طوری که امروز پوتین به غلط کردن افتاد، گفت من خواهان ملاقات هستم با پرزیدنت ترامپ. اسلام در ایران تموم شد کارش، ملت ایران بر نمیگرده دیگه به اون دوران. همیهنان عزیز، ملت بزرگ ایران این نسل خواهان بازگشت به هویت ملی خیش است. این مردم دیگر قبول نمی کنن مزخرفاتی که یکی رفته نمیدونم تو چا، اون یکی در خیبر بلند کرده، در تویلم ندونست اون واضح رسته بکنه و بلند کنه، چه برسه در خیبر، مثل خیبری در کار نموده، چه ارتپت میگن. مردم ایران دنبال این بازیه دیگه نمیرن، تموم شد. وسط خیابونا قمه زنی و نمیدونم علم بلند کردن و علم و کتک، تموم شد این بازی ها، تموم شد. منتهای مراتب متاسفانه هنوز مشروط خواهان ما خوابن. ما باید وظایف خودمون رو انجام بدیم. وظیفه ما حمایت از اعلی حضرت سیروس رضا شاه دوم پهلوی سومه، نه تو فیسبوک، نه تو دنیاهای مجازی، نه با پخش 4 تا عکس رضا پهلوی، نه با نوشتن 4 تا جمله شاهزاده شاهزاده فدات بشم شاهزاده، نه، ایشون احتیاج به این کارا نداره. ما باید اندیشه های رضا پهلوی رو پخش بکنیم در ایران از هر فرصتی که استفاده میکنیم. ما باید رضا پهلوی رو به عنوان یک نماد ملی باهاش سیاسی برخورد کنیم، نه احساسی. عکس رضا پهلوی رو بذاریم، بعد مثلا عکس پدرش هم بذاریم و یه شمع هم زیرش روشن کنیم، اینا فایده نداره. ما باید به مردم ایران، به اون بخشی که هنوز نمیخواد با جوانان این نسل هماهنگ بشه به دلیل ترس، خیلی راحت بهتون بگم، یعنی نسل گذشته، نسلی که این بلا رو بر سر ملت ایران آورد
و متاسفانه هم نسل منو سوزون و هم میخواد نسل آینده رو، نسل کنونی رو بسوزونه. ما باید به اینها توجه بدیم که ما باید برگردیم به رسماً معذرت بخواهیم که خواستیم. وقتی میگید رضا شاه معذرت، معذرت مشروط خواهان خارج از کشور، این بهش میگن یه نسل پویا، نسلی که متوجه شو رضا شاه معذرت، معذرت. شاهنشاه روحت شاد یعنی چی؟ شاهنشاه روحت شاد یعنی چی؟ به چه زبانی ما بگیم معذرت میخواهیم؟ بنابراین مردم ایران باید، باید برای بازگشت به دوران مجد و شکوه پهلوی ها که پس از حمله تازیان آغاز کرد ایران سازی رو، باید تو خیابونا بیاد و رسماً عکس های رضا شاه، عکس های محمد رضا شاه، پرچم سرنگ شیر و خورشید، عکس های رضا پهلوی، عکس های اولیا شهبانو رو روی دستتون بگیرید، تمام کنید کار رو. و همین صراحت که بهتون میگم، منتظر چی هستی که دو مرتبه از درون سپاه ضد ملی پاسداران چهار تا آدم شیره‌ای تریاکی بیان مثلا فرض بفرمه یه مانور نظامی بیان و بله ما چهار تا دزد رو میگیریم و آی احمدی نژاد دستگیر کردیم، دیدیم رحیم مشایی رو گرفتیم، دیدیم فلانی رو گرفتیم، شایی هم راه میزن، علی شیره‌ای هم به زودی میگیریم و یه ذره مثلا دلار از این برون باید بدوزن بریزن تو دست شما. منتظر چی هستید مردم؟ ریشه رو باید بزنید. دو مرتبه میخوان یه عده از دل این جریان بیان بیرون که الان دارن شروع کردن به شعار دادن که موسوی کروبی بازی را بندازن، دو تا جنایتکار دوز، اون آخون کروبی سالی $2 میلیون تصویب کرد به عنوان رئیس طویله اسلامی که برن بدن به حزب‌الله لبنان، حالا بیان نقش اپوزیسیون بازی کنه. غلط میکنه، موسوی هم غلط میکنه. کدوم اپوزیسیون؟ شما همتون دوز دادم کشی ملت ایران دوباره میخوانید بازی رو براتون را بندازن که یه عده از شما ها تو بینتون دو مرتبه تفرقه بیفته، بکشن تو بالا پشت بو الله اکبر، هر کس سوال الله اکبر بده ضد ایران و ایرانیه. شعارهای ما باید ملی باشه، شعارهای ما باید میهنی باشه. ما باید راهی رو بریم که بزرگان ما در طول تاریخ رفتن. ما باید راه بزرگان صدر مشروطیت رو بریم. ما باید بلند شیم و شعارهای آزادی خواهانه بدیم. ما باید عکس کسانی رو در دست اون بگیریم که برای اون مملکت زحمت کشیدن. چرا اجازه میدید که انگلستان و سایر عواملش در دنیا ممنوع بکنن جاوید شاه گفتنو؟ چرا اجازه میدید؟ مگه زبانمون توبر زده؟ فریاد بزنید جاوید شاه، آره ما خواهان بازگشت به دوران پهلوی هستیم، آره ما میخوایم پسر شاه برگرده، ما معذرت میخوایم از خاندان پهلوی. به همین صراحت که بهتون میگم، مگه خودتون برای من تو تلگرام نمینویسید آقا باید چه کار کنیم؟ همین کاری که دارم بهتون میگم بکنید. به همین صراحت، تا کی میخواین صبر کنید؟ تا کی میخواین منتظر این بازی ها باشید که حالا انگلستان بیاد براتون یه بازی دیگه درست کنه؟ تکلیف رو روشن بکنید. فقر، فلاکت، بدبختی، بیچارگی، تا کی؟ تا کی جواناتون تو خیابونا دنبال مواد بدوئن؟ تا کی یه مش بیپدر و مادر تو خیابون شما رو کتک بزنن، اسید تو صورتون بباشن؟ به چه دلیلی؟ به کدام این گناه شما رو دارن تو خیابون میزنن؟ مردم چشماتون رو باز کنید ببینید دنیا به کجا کشیده. دبی تا 40 سال پیش بیابون بود، بر بیابون بود، حالا تو به عنوان ایرانی باید بری دبی تفریح بکنی؟ دبی بشه تفریحگاه تو یه ایرانی؟ توی که دیروز سوار هواپیما میشدی، مادران ایرانی یادتون رفته؟ برای بچه هاتون بگی که وقتی دختر خانمتون میخواست ازدواج بکنه صبح ساعت 7 صبح سوار ایران ایر میشدید، تشمیم بردید پاریس، موهاتون رو درست میکردید، با عروس خانمتون تشریف میبردید، با آقای داماد تشریف میبردید، همونجا لباس میپوشیدید و همونجا مدل موهاتون درست میکردید، آرش میکردید، سوار آپیا میشید، تشمیم توی فرودگاه مهرآباد شب هم تشریف میبردید، تو هتل میامی نمیدونم توی سالن‌های دیگه خواننده ها براتون میخوندن. حالا شما با کارتون به جای بکشید برید آنکارا، استانبول، دبی، برید ارمنستان، برید آذربایجان، بعد برید سرمایه گذاری بکنید تو ترکیه؟ تا کی میخوام این حقارت رو تحمل کنیم؟ حقارت ملی یعنی چی؟ حقارت ملی یعنی همین دیگه. حقیر شدیم، تحقیر شدیم. چرا؟ چون بیپدر شدیم، چون بیکس شدیم.
کسی ما کجاست؟ زندانش کردن تو واشنگتن. نمیذارم اجازه بهش نمیدم فعالیت کنه. هیچ کس نمیاد اینا رو تو رادیو تلویزیون بهتون بگه. رضا پهلوی رو زندان کردن تو واشنگتن. شما ملت اینا باید عوض دست توی زندان بیارید بیرون. وقتی بیاین تو خیابونا شعار بدین جان بولتون کیه؟ هیچ کس نمیتونه برای شما تصمیم بگیره. اونم برای ملتی مثل ملت بزرگ اینا. ما یه ملت بزرگی هستیم. ما ملتی هستیم که 2500 سال فقط تاریخ شاهنشاهی داریم. شما تو نام ایرانو میاری یعنی داری راجع به تاریخ صحبت میکنی. کدوم کشوری که حالا در طول این همه سالها این همه قرنها بهش اینقدر حمله شد، اینقدر بلا سرش اومد؟ تیمور لنگ اومد، اسکندر مقدونی اومد، چنگیز مغول اومد، عمر اومد، عثمان اومد، انگلیس اومد، روس اومد، تاتار اومد، هر کسی اومد تجاوز که یه تیکه رو بود. اما هنوز ما ایستادیم، همونطور که آریامهر بزرگ فرمودن. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردن، اما همه آنان رفتن و ایران بر جای ما. ایران باید بمونه، توسط من و تو باید بمونه. این ارث ملی ماست که با کشور نگه داره و این تاریخ ماست. غلط میکنه کسی بخواد امروز راجع به جمهوری با ما صحبت کنه. ما بحثی راجع به جمهوری با کسی نداریم. ما یک حرف داریم، پاینده ایران جاوید شاه، تموم شد. ما حرف دیگه با کسی نداریم. امروز هر کس سخن از جمهوری بگه یعنی رسما و علنا داره به ملت ایران و به کشور ایران و به تاریخ ایران داره خیانت میکنه. مگر ایران ایالات متحده امریکاست که 400 سال پیش بهش راهزن دزد ایرلندی و انگلیسی و غیر ازالیک بریزن اونجا و اون همه داستان واسه خودشون درست کنن حالا بیاد بشه ایالات متحده امریکا؟ مگه ایران آلمان یا نمیدونم انگلستان یا فرانسه؟ اینا تا 300-400 سال پیش تو همین اروپا داشتن کرم درخت میخوردن، مثل شامپانزه از درخت ها بالا میرفتن. دروغ نیست، تاریخه. حالا یه یونانی و یه دوتا ایتالیایی نوشتن چهار تا مزخرف تو تاریخشون نوشتن، اینا تاریخو برای خودشون نوشتن. تاریخ اونه نیست که اینا میگن. تاریخ اسکندر بزرگ نیست. اسکندر مقدونی الکلی بیمار جنسی روانی بود، یه جنایتکار بود مثل مغول. نه به خاطر اینکه ما ازش شکست خوردیم، بیماری جنسی داشت. بعد اینا تو کتابش میگن در گروس الکساندر اسکندر بزرگ. کدوم بزرگ؟ خشایارشاه ما بزرگ بود، داریوش ما بزرگ بود، آرتمیس فرمانده نیروی دریایی که دریای ایژه رو به آتش کشید به خاطر حفظ تمامیت ارضی ایران. ما اینطوری باید برخورد کنیم با آخوند؟ چرا نازنین شدیم ما؟ تا کی میخوام صداهامونو تو گلومون نگه داریم؟ چهار تا آدم احمق هم بیان بشینن اونجا با زبان شعر و حافظ صحبت کنن، تازگی هم یاد گرفتن، نمیشینن پای دوربینا با شعر شروع میکنن. اینا بهتون دارن دروغ میگن، سرتون رو دارن کلا میذارن. اینا همشون به فکر جیب خودشونن. شبا میرن میشینن تو قمارخونه ها و تو میکده ها به ریش منو تو میخندن. اینا درد بیوطنی ندارن تو لس آنجلس. امسال سال سرنگونی جمهوری اشغالگر اسلامی باید باشه. ما امسال باید جمهوری کثیف اشغالگر اسلامی رو با تمام مخلفاتش، با سپاه ضد ملی پاسدارانش، با بسیج مزدور جنایتکار قمیکش عربدکش بی تربیت بی ادبش، با وزارت اطلاعات آدمکشش، با سپاه قدس تروریستش، با نیروهای انتظامیش، با ارتش پوشالیش، باید ما جمهوری اشغالگر اسلامی رو از اون بالا بچکیم پایین، بندازیم تو چاه جمکران. تموم شده رفت. و این کار امسال خواهیم کرد و ملت ایران خواهد کرد. ما اجازه نمیدیم کسی برای ما تصمیم بگیره. تموم شد. اون ممر و لولو برد که نشستیم در گوادانا برای ملت ایران تصمیم گرفتیم. اون ممر و لولو برد. ملت ایران در سال 1357 آگاهی سیاسیش مثل امروز نبود. ملت ایران امروز باهوش شده، امروز هوشیار شده. تا کی میخوایم بشینیم پای رادیو تلویزیون ها فکر کلاباتتون رو به مردم نشون بدین؟ یه کتاب هم بزنین جلوتون مثل اون شطور ابله که هر دفعه شاهنامه خونه صداشو مثل گاف کلوف میکنه، مثل اینکه هرچی شاهنامه خود بس صداشو اونطوری کلوف بکنه. مثل آدم بخون اونو. چرا کار میکنه مردم شاهنامه فرادی بشن؟ ملت ایران، تا شما تصمیم نگیری برای نجات کشور هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. و شما ملت ایران امروز تصمیم خودتون رو گرفتید. به مزخرفاتی که گفته میشه گوش نکنید. همون راهی رو که انتخاب کردید برید. دیگر باز نگردید به منازل خود. دیگر باز نگردید به منازل خود. ایران که شاه نداره، حساب کتاب نداره. ولی عهد کجایی به داد ما بیایی؟ رادیو تلویزیون های
لس آنجلس جرأت نمیکنن دیگه این شعارا رو پخش کنن. فقط این تلویزیونه که داره گوش زد میکنه. ولی عهد کجایی به داد ما بیایی؟ ملت ایران، شما باید تاج شاهنشاهی رو به روی سر رضا پهلوی بگذارید و شما این کار رو خواهید کرد. غیر از این من بازم بهتون میگم، فراموش کنید کشور ایران رو، فراموش کنید خودتون رو، فراموش کنید نسل‌های آینده رو. تمام ایران خشکسالی شده، تمام ایران دچار مصیبت شده. بیش از 700 نوع بیماری از این بر و اون بر وارد ایران شده. شوخی نیست، این به زبان ساده است. موج سرطان وجود ملت ایران رو گرفته. هزاران هزار بیماری پوستی و چی و چی و چی مملکت رو گرفته. فقط یک نفر میتونه شماها رو کمک کنه، رضا پهلوی، چون اعتبار بین المللی داره. رضا پهلوی بیاد ایران، رودخانه های ما پر آب میشه، فضای ایران سالم میشه، همه دو مرتبه عاشق میشن و همه همدیگر رو مجددا دوست داریم، مجددا ایرانی سربلند میشه و تمام کشورهای منطقه و کشورهای فرامنطقه یک بار دیگه در برابر عظمت و بزرگی ملت ایران سر تعظیم فرود میاره. با قدرت صحبت کنید، بذارید هر کی هر چی دلش میخواد بگه. آقا داد نزنید، گوش ما درد میگیره. گوش نکنه، گوش نکنه به برنامه‌ها. هر چی که دوست دارید تشریف ببرید. ما باید با فریاد آزادی خواهانه ایران رو نجات بدیم و این کارو خواهیم کرد، باید بکنیم. تا زمانی که میهن پرستان زندن، پهلوی هرگز نخواهد مرد، مطمئن باشید. تا جمعه که در خدمت رو خواهیم بود، بیایه سپاسگزارم. پایانه باد ایران. جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید شاه. سپاسگزارم.